جان آجا تو چی جور کردی؟ یک قروتی هم رای محمد رضا جانم جور کرد. هیچ نیست دختر، تو کجا هستی؟ مردم ها سرگردان شده شد اصلا دیگه چرا باشد؟ سرترسد که دیگه شده چون یک تعداد شان بخی مسیج کرده بودن شما کجا هستی؟ آره اینه اینی از قروتی معززان، بسیار پشت قروتی دیگه شده بودیم و خواستیم که امروز یک قروتی داشته باشیم و درد دل. خب عزیزای دل نازنین سلام، وقت همه ایتان بخیر، امیدوار هستم که همه ایتان خوب باشین و دهه محرم و روز عاشورا و تاسعا به خوبی و آرامی سپری شده باش عزیزان و در امنیت کامل و سر برده باشین. ما و فاطمه جان دیگه بعد از غیبت چند روزه؟ چند روز میشه؟ تقریبا دو هفته. تقریبا، شاید بیشتر از دو هفته. همین تاریخی سعی نکدیم عزیزم. یک برنامه مونده بودیم وقتی که هیچ محرم شروع نشده بود. آره این حالی هم بعد از محرم آمدیم عزیزم، بعد از خیلی مشکلات ها، بعد از خیلی درگیری ها. خلاصه یکی آدم مشکل داشته باشه یک بحثی که مشکل باز در مسافرت داشته باشه و یک بحث جدی تر میشه نه؟ فاطمه جان دوستای عزیز ما سلام، وقتتان بخیر. آرزو میکنم که حالتان خوب باشه. عزیزا چند وقتی بود که ما و محمد رضا برنامه نداشتیم و یک تعداد شما عزیزا مسیج کرده بودین که کجا هستین، چرا برنامه نیومدین، آیا سالم هستین یا کدام جای رفتین که برنامه نیومدین. دوستای عزیز باید بگویم که ما هنوزم کویته هستیم و دمی خانه سادگی هستیم. دیگه امروز هم یک قروتی پخته کردیم، گفتیم هم میره بخوریم و هم بر شما عزیزا صحبت ها داشته باشیم، بگیم که چرا نبودیم. دیگه کاش که شما عزیزا میبودین که همین قروتی رو یک جای میخوردیم، یک سبزی طلب کردیم اینا. دیگه این قروتی رو هم که ما و محمد رضا جان جور کردیم دیگه هستیم دیگه عزیزا. آره عزیزا، ما دلیل یکی برنامه نداشتیم، دلیل یکی چرا اینقدر دیر نبودیم اصلا همراهتان شریک میکنیم و امروز هم جایتان خالیه. ما و فاطمه جانم صبح وقت عوض قرطی کرده بودیم، بازو گفتیم همیم چاشت یا همیم بعد از زور یک قرطی جور کنیم، یک قرطی جور کنیم، قدش یک مقدار گندینه و پیاز نشی و نعنا و یه قرطی ساده ما. فقط شما زاره کم دارم. چطور مزهش؟ مزه داره؟ گرشن که محمد رضا قروتی که دوتن جور میکدیم و دیگه مزه میداد، ولی بازم میام که بس مزه دارستم. او دوغی ترشی وطن او خیلی هم خوب ترشه هم خوب تازه استه. او گندنه رو میری از زمین درو میکنی نه؟ او دیگه کیفیت داره ازم و شما خاطراتتان از قروتی بینویسین. امروز ما متو به خاطر که کم طبیعی تر شوه یک دو سه دانه قرودم قدیم ماست ازی انداختم که واقعا نمی قروتی شوه، از قروت بسازیم دیگه. از اون ما نان نوشجان میکنیم، از طرف شما هم بازگب میزنیم. چطور قشق میخوره دختر؟ خب عزیزا واقعا جایتان خالی، قروتی امتون رفت دیگه، خیلی مزدار آمده بود عزیزم. ما و فاطمه جان بعد از خیلی وقتا دفعه پیش که نان بوتل و تخوردیم در خانه آقای عطایی خوردیم، پیش از اون دفعه در مهمان نوازی آقای سروری خوردیم، دیگه یه طور ترشی و قروتی نخورده بودیم. باز امروز یک قروتی جور کردیم، گرچه که دوغش یا ماستش کم شیرین بود، بازم بانا خوب بود نه؟ پیشترم گفتم در قروتی وطن نمیرسه، ولی قروتی وطن محمد رضا یک رقم کادم میخوره نه؟ رقم احساس میکنه، زندگی رو احساس کرده. واو چه تصویری از قروتی. ولی این قروتی هم بد نبود، خوب بود، ولی در قروتی که آدم در وطن تیار میکنه در اون نمیرسه. ولی خب اونجا هم دلیل داره از دلیلش، یک دلیل خاصش میگه که دو بسیار خوبش است، دو بسیار طبیعی ترش و روغن هم که روغن زرد. به هر حال از قروتی بگذاریم عزیزا، بیایم روی برنامه ما صحبت کنیم، روی این
ده 12 یا 14 روزی که نبودیم صحبت کنیم از زن. متاسفانه از آغاز ماه محرم فاطمه جان یک دفعه یک کمی دچار مشکل شد و مریضی و بیماری سراغش آمد و چند روزی کامل درگیری مریضی فاطمه جان بودیم. از یک طرف که بازار و دکترها اینجا ما سهی بلد نبودیم، رفتیم بازار تا آدرس پیدا میکردیم و اویلا اگر آدم جورم می بود اما آدرس دنبال آدرس می گشتیم و تا پیدا می کردیم مریض می شدیم. نه باز هوا هم که گرم است خیلی سخت بود. باز وقتی طرف های بازار میری باز او زمان مردم زبانشان هم فرق میکنه. آره. ولی خیلی خوب بود، یک نفر که ما رو برده بود او هم پشتو بلد بود هم اردو بلد بود دیگه. یک کمک جنجال بود ولی باز خوب شد، دکتر رو پیدا کردیم، دکتر رفتیم و حال ما بهتر شد. باز چند روزی خوب بود ولی باز محمد رضا جان یک شب رفت. نوبتی دیگه ما تو مریض شدیم از دام. ما یک شب یک جای غذا خوردم، متاسفانه همون مرا مسموم کرد. اول ما و فاطمه جان رو جدی نگرفتیم، همین مسمومیت رو جدی نگرفتیم، گفتیم شاید خوب باشه همین حالت تهوعی که داریم با همین لیمو و ماست و فلان چیز شاید خوب شد. ولی ای را دیر کردیم، بعد یک زمان دیگه همین پای دستیم در او سست میشه. دوست عزیز فاطمه رو میگم ما دختر مرا اگه دکتر نبریم مرا از دست میدی. باز ما هم خدایی فقط دو دانه دکتر میشناختیم در اینجا که اونو بعد از زور میامدن، یکی ساعت 4 بجه یکی دیگهش طرف های ساعت 6 میامد. باز ما محمد رضا رو میگم خود تا اون زمان تو صبر کن، حالا خود دکتر هم نیسته. ولی باز دیدم که زیاد بیتابی میکرد، میگفت که حتما باید پیش دکتر بریم. باز زنگ زدم به یکی از دوستا، باز اونا آدرس یک جای دیگه را دادن، گفتن دکتر است برین. باز همون تو محمد رضا رو بردم اونجا، سیروم زد، دوا داد، دکتر چندین دفعه سعی کرد، باز کم کم بهتر شد. آره عزیز، نهایتش اینا ما هم جور هستم، شکر فاطمه هم جور است، تمام چیز بخیر گذشت. فقط یکم به احتیاطی کردیم از زم در زمان خیلی شدید گرمی غذاهای رقم رقم خوردیم و ما مسموم شدم، فاطمه قبل از اون مریض شده بود. خلاصه دوای ما پیدا شد و دوا و درمان شدیم عزیزم. خدا کنه که هیچ کدام شما از در این زمان در این فصل در این فصل گرما مریض نشیم و دچار بیماری نشیم، از درد و بلا دور باشیم. و جا دارد که از عزیزایی که از ما در این چند روز 12 یا 15 روزی که احوال گرفته بسیار تشکر کنیم. برای بعضی ها هیچ فرق نداره با بود و نبودی ما، برای بعضی ها فرق داره، برای بعضی ها مهمه. و ما قلبن از آدمایی که بر ما حتی یک پیامی کوتاه نوشتن که کجا هستین در چه حال هستین سپاسگزاری میکنیم. دیگه از ان شاء الله زیب بعد برنامه ما به مراول عادی ادامه داره، ان شاء الله برنامه خوب خوب براتون تصمیم داریم بسازیم. از جمله از زاد امیر روزا ما فاطمه گپ و گفت امیر داشتیم که یک فیلم براتون بسازیم. فیلم قبلی خیلی خوب استقبال شد، فقط در این زمان ما فاطمه چون مشکلات اقتصادی یک کمی دامنگیر ما بود، باز ما گفتیم برای فیلم یک تهیه کننده پیدا کنیم. با چند دوستی که میشناختیم در میان ماندیم، بعد دیدیم که این مسئله تهیه کنندگی یک فیلم یا مثلا حمایت مالی یک فیلم یا اسپانسر شدن یک فیلم برای دوستای ما زیاد اهمیت نداشتن، یک چیزی نو یک چیز ناشناخته به نظر میرسید. به هر حالش با هر وضعیت که شب ما تلاش میکنیم که این برنامه خود بسازیم، این فیلم خود بسازیم و هرچند که زودتر شبه خوبتر است. و در این فیلم باز بخیر میبینیم که مشکلات مردم خود، دردا و رنجای مردم خود خوبتر و واضحتر بیان میکنیم. خب دوستای عزیز، فیلم قبلی خیلی خوب بود، خیلی خوب استقبالم شده. و همونطور که میفهمین محمد رضا خودش می نویسه. فیلم قبلی هم از نوشته خود محمد رضا بود. دفعه دو تا فیلم در نظر داریم که بسازیم ولی یک تعداد مشکلات هست.
اگه هر دو تایشان نشد، حداقل تلاش میکنیم همون یک دانش حتما به میزودی ثبت کنیم، پخش کنیم. مثل که او برنامه او فیلم قبلی را خیلی حمایت کردین، ای را حتما خوشتان میآید، چون خیلی تلاش میکنیم که یک فیلم با کیفیت بتانیم برتان تولید کنیم. دیگه گپای جریان داره تا حدود متن فیلم، فیلم نامه فیلم از زن تکمیل شده. تکمیل شده، فقط نمو ثبتش مانده و بعضی چیزایی که قبل از اینکه فیلم رو میخواییم ثبت کنیم باید اونا را جور کنیم. آره عزیزا، ما با چند دوست خود وقتی در میان ماندیم که همین فیلم ما رو شما حمایت کنین، در حدودا 100 تا 200 دلار همین مصرف ایر ما هم مصرفی کم کم شد در نظر گرفتیم که تا 200-300 دلار مصرف داره، گفتیم همین را حمایت مالی کنین. بعد به نظر اونا ایتور آمد که یعنی چی مگه یک فیلم کوتاه 200 دلار 300 دلار خم مصرف داره، در صورتی که شما از دام پشت صحنه فیلم قبلی رو دیدین که خیلی مشکلات داره، خیلی سخته که تو یک فیلمی که تا جای مسلکی ساخته شوه، تا جای حرفه‌ای ساخته شوه و او رو تو از صفر شروع کنی تا 100 تا ایدیتش تمامش، یک عالم مصرف داره با یک عالم خون دل. بر حالش ما میخوایم کنار بیاییم با این مسئله و خود ما بسپکار شویم و شروع کنیم و یک کاری خوبی دیگر را تقدیم شما ازا کنیم. دیگر کم کم به نظرم گپا رو گفتیم فاطمه جان. آه دیگر فقط امیر بگویم از دوستا یک کسی خواست که فیلم ما را اسپانسر کنه یا تهیه کنندش باشه، میشه که در شماره واتساپ ما در ارتباط شوند. اگر کسی پیدا شد که خیلی عالی، اگر نشد خود تلاش میکنه مثل قبلی با کمترین بودیجه جورش کنیم. آره. البته دوستا اگر تنها برای ما و محمد رضا باشه ما هیچ مشکلی نداریم، دیگه که خود ما بازی کنیم بدون از اینکه برای خود ما مثلا یک مقدار پیسه رو در نظر بگیریم به عنوان بازیگر یا کسی که فیلم کار میکنه. ولی خودتان در فیلم قبلی دیدین که پشت صحنه چقدر دوستا آمده بودن، مثلا گروه فیلم برداری، عکاسی، دیگه نور و صدا و ایگپا و کسای دیگه که غیر از من و محمد رضا در فیلم کار میکنن. تمام از اینا رو خود نمیشه مثلا تو در یک فیلم اینا رو بگی که بیا از روی رفاقت بیاین، از روی برادری مثلا دوستی بیاین، ولی نمیشه در هر فیلمی، چون که هر کسی هم زندگیش میچرخانه و این چرخش زندگیش نیاز به اون پیسه داره. بنان اینی چیزا رو باید در نظر گرفته یک فیلم بخوایم بسازیم. آره دیگه همه چیز گفتیم، واضح شد بر شما عزیزا یکی چی مشکلات ها. فقط بیماری و مرضی اینمی ها ما و فاطمه رو واقعا تقریبا از پای انداخته بود دیگه، یعنی همون شیمه ای کار و توان کار از ما گرفته بود، انرژی کار از ما گرفته بود. چند روزی که فاطمه جان دچار بیماری و مرضی بود، بعد که مسمومیت سراغ ما آمد دیگه واقعا، و همین که سالت و دوره چی میگم نقاهت ما تمام شده، ما حالا خوب شدیم، انرژی کار را به دست آوردیم و میخوایم قوی تر حرکت کنیم. بابت این چند روزی که هیچ نتانستیم بر شما برنامه تولید کنیم معذرت میخوایم. دیگه فاطمه جان گفت خلاص شده؟ نه دیگه نه. آره دیگه ما و فاطمه جان شما عزیزا را همیشه و همواره دوست داریم.